الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما خوبان و عزیزان و همراهان همیشگی شبکه امام حسین علیه السلام، وقتتون بخیر باشه. خدای بزرگ و منان رو هزاران هزار مرتبه شاکرم از اینکه توفیق داد تا بار دیگه با برنامه سرزمین عشق در خدمت شما باشیم و ان شاء الله با موضوعی جدید و در حقیقت با دوره‌ای جدید از یک سری مباحث جذاب وقت شما عزیزان رو پر بکنیم به نحو احسنت ان شاء الله. یعنی هم نگاهتون به صورت زنده میفته به گنبد و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام قربونش برم، هم گنبد و بارگاه آقای امام حسین علیه السلام سرور و سالار شهیدان، و هم اینکه از کلام اهل بیت عصمت و طهارت و معارف اونها از زبان کارشناسان عزیزی که دعوت میکنیم در برنامه سرزمین عشق همه ما بهره مند میشیم، نه فقط شما، حتی خود من هم که اینجا نشستم بهره مند میشم و استفاده میکنم از کلام کارشناسان عزیز و ارجمند. امشب هم در خدمت یکی دیگر از اساتیدی هستیم که معمولا وقتی که در خدمت ایشون هستیم تماس های تلفنی زیاد میشه، خیلی از شما عزیزان تماس میگیرید و مطالبی که راجع به بحث هست با ما در میون میگذارید. به خاطر همین از همین ابتدای برنامه قبل از کارشناس عزیز رو معرفی بکنم خدمتون عرض میکنم که شماره تماس ارتباط با برنامه زیرنویس میشه انشاءالله، و از طریق این شماره تماس ها میتونید سوال ها و نقطه نظرات و بیشتر اون سوال هایی که دارید رو ارتباط به بحث هم داره برای ما ارسال بکنید. شاید این مقدار دارم رمزآلود صحبت بکنم، نه تصمیم ندارم خیلی رمزگونه صحبت بکنم، یه خورده میخوام حساس بشید که خدای خوب این کارشناسی که حضرت میدونید مطمئنا پروموشن ها و اون چی بهش میگن خدایا اون کلیپ های تبلیغاتی که برای برنامه آماده شده بود برای شما ارسال شده بود حتما اونها رو دیدید. به هر حال از طرف خودم و شما خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری عرض سلام عرض میکنم تا انشالله با همراهی ایشون یک بحث شیرین خانوادگی رو انشالله در این شب ها شروع بکنم. حجت زاکری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیر مقدم میگم و به قول عربا حمدالله السلام. و علیکم السلام، خیلی ممنون از محبت شما، واقعا شما لطف میکنید با عبارت هایی که ما لایقش نیستیم. به هر حال من ممنونم از محبت شما، واقعا شکر و سپاس هست برای خداوند که این توفیق رو به ما عنایت میکنه بتونیم با مردم خودمون بیشتر ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم. رضا قبل از شروع از برنامه بر خودم لازم میدونم که از بینندگان عزیز برنامه تشکر بکنم که چه با تماس هایی که مستقیما با خود من میگیرن یا تماس هایی که با برنامه میگیرن یا همدلی هایی که انجام میشه و چه اینکه وقت میگذارن و در این دنیای پرتلاطم وقت میگذارن و میشینن و یک برنامه ای که احتمالاً در زندگی اونها اثر مثبت خوبی داشته باشه میبینن. به هر حال زبان من قاصر از تشکره، ولی امیدوار هستم که این مقدار که اونها برای من وقت میگذارن خدا آبروی منو حفظ بکنه و بتونم به اندازه اونچرا که اونها وقت میگذارن ما هم جوابگو باشیم. خدا حفظتون بکنه انشاءالله. آجا قبل از که وارد بحث بشیم، خب طبق رسم برنامه شما بهتر از من مستحضر از عرضده بکنیم خدمت ارباب بی کفن آقا ابو عبدالله حسین هستم، ولی نعمتمون حقیقتا در کربلای معلا نه فقط ما که ساکن کربلا هستیم به نیابت از شما بینندگان عزیز، همه انسان ها بذارید بگم همه مخلوقات زیر نظر لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت هستند و آقای امام حسین علیه السلام گل سرسبد معصومین هست، سرور و سالار شهیدان. عرض ادب بکنیم خدمت ایشون رو بچه‌ش رو وارد بحث بشه. یا الله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله. آقای من ممنونم از الطاف شما، ممنونم از محبت شما که این فرصت رو باز به ما عنایت کردید که با بینندگان برنامه بتونیم روبرو بشیم، بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم و افتخار ما این باشه که زیر سایه و چتر خیمه مبارک شما باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الفاضل، صلى الله عليك آغاي من مولاي من، أي فرزند أمير مؤمنان، أي فرزند برومند بيبي أم البنين، مولاي من، هر وقت گرهی داشتم و عزیزان بیننده ما هم برای من نقل میکنن که هر وقت گرهی داشتن متوسل به شما و مادر شما شدن و نتایج بسیار بسیار خوبی گرفتن. آقای من، مولای من، اولا سپاسگزارم از اینکه ما را پذیرفتید که در این ایام بتونیم پابوس شما باشیم و ثانیا از شما میخوام که دعا بکنید گرفتاری های امت اسلامی هر کجا که هستن، ایران عزیز، افغانستان عزیز، عراق، جاهای دیگه، گرفتاری ها از این امت ها برداشته بشه و مالک اسلامی در امن و امان قرار بگیره انشاءالله. السلام علیک و علی ابیک امیر المؤمنین و علی امک ام البنین و رحمت الله و برکاته. خدای عزوجل میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، لا یغیر الله بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هیچ چیزی برای هیچ کسی، شخصی، گروهی، مجموعه‌ای تغییر نمی‌کنه مگر اینکه خودشون رو اول تغییر بدن، اون چیزی در داخل خودشون هست تغییر بدن، بعد شرایط براشون تغییر می‌کنه. این آیه قرآنی رو سر لوحه کار خودمون قرار میدیم، در حقیقت گوشه ذهنمون می‌گذاریم. از طرفی شاعری هم میگه چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. خب همه دارن همین رو میگن، همه دارن میگن که حواست جمع باشه، یه جور دیگه باید قضیه رو ببینی. شاید همیشه اون زاویه که قضايا نگاه میکنی اون تنها زاویه نباشه، شاید زاویه درستی باشه ولی میتونه تنها زاویه نباشه. بنابراین بیاین برای فهمیدن همدیگه از زاویه دید همدیگه به قضايا نگاه بکنیم. با این مقدمه اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم و حتی موضوع خود بحث رو، همطور که حتی شما میدونید موضوع چی هستش، تماما از زبان کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و مسلم شیخ محمد تقی زاکری بشنویم و بریم وارد بحث خانواده بشیم. حاج زاکری، با بحث و بیان موضوع برنامه که برای این شب ها ان شاء الله در نظر گرفتید، اگر اجازه بفرمایید بحث رو شروع بکنیم و وارد بحث بشیم و اگر در بین صحبت‌های حضاری سوالی مطلبی بود هم من با اجازهتون دخول میکنم. یعنی بنایی که بود، بنا به پیشنهاد خود هیئت مدیره شبکه امام حسین، بنابر این شد که علل و انگیزه اختلافات بین زن و شوهر یا افراد خانواده رو یه مقداری مرور بکنیم و از نو به اونها نگاه بکنیم، یک نگاه دیگری به این مشکله بیاندازیم که حقیقتا همه خانواده ها به نحوی یا تسلیم هم دیگن یا اینکه برای نبود دعوا سکوت میکنن یا اینکه گاهی قر میزنن و گاهی لبخند میزنن و یا اینکه واقعا خدای نکرده بعد از آنی که خیال کردن که نمیتونن ادامه بدن زندگی از هم پاشیده میشه. این بسیاری، اگر نگم همش، یقینا باید بگم همش، اما بسیاری از اینها ریشه هاش ریشه های فرهنگیه و علتش هم اینه که ما قدر خودمون را نمیشناسیم. دقیقا ما الان مانند یک کودکی هستیم که یک جواهر بسیار گرانبهایی رو بهش یا دادن یا پیدا کرده و نمیدونه قیمتش چیه، همینجوری باهاش بازی میکنه و بعد گاهی وقتا پرتش میکنه اون طرف، گاهی وقتا نگهش میداره، قایمش میکنه، پنهانکاری میکنه. و به هر حال اگر کسی بشناسه خودش را، اولا خداشو میشناسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعد اگر کسی خودش رو بشناسه میتونه نسبت به خودش برنامه ریزی بکنه. بعضی مثال ها صرفا برای مثاله نه برای واقع. یعنی یک کسی یک ماشینی رو میخره به قیمت گزافم میخره یا براش
دامادی هست که براش پدرزنش، مادرزنش، پدرش، مادرش شانس پیدا کرده، براش یه ماشینی رو هدیه بهش میکنن. اگر این که خصوصیات این ماشین رو ندونه یک جور باهاش برخورد میکنه و اگر بدونه یک جور برخورد میکنه. گاهی وقتا ما میخواییم ماشین رو بشناسیم، گاهی وقتا ما خودمون واقعا ما لیاقت این ماشین رو داریم یا نداریم، یک خود ما بلدیم چجوری رانندگی بکنیم، دو خود ما بلدیم چجوری مشکلات این ماشین رو حل بکنیم، و امثال این عبارت ها زیاده. به هر حال خیال میکنم اگر مردم قدر خودشون رو بدانن و بفهمن که خودشون پیش خدا چقدر ارزش دارن، خیال میکنم قضایا فرق میکنه. ما در قرآن کریم داریم خدا میفرماد ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند بشر را به بالاترین مقام قابلیت داده. تکریم یعنی این که من راه رو براش باز گذاشتم تا به بالاترین مقام برسه. ما در حدیث قدسی هم داریم که ای بنده من اطاعت بکن مرا، که اگر اطاعت بکنی مانند من قدرت پیدا میکنی، من به هر چیزی میگویم بشو میشود، تو هم میتوانی به هر چیزی بگویی بشو و بشود. این داستان معلمی را که یه وقت یک شاگردی دیر میرسید سر کلاس، معلم بهش گفت چرا تو هر روز دیر میرسی؟ گفت به خاطر اینکه خانه من اون طرف پله و من باید راه زیادی رو برم تا به پل برسم و بعد عبور بکنم از رودخانه و به خاطر این دیر میشه. معلم حالا به عنوان مسخره، به عنوان حالا هرچی، بهش گفت که خب تو که دین داری، ایمان داری، با تو بذار روی آب بسم الله بگو برو دیگه، چرا میری این همه راه رو که از روی پل عبور بکنی؟ خب این دانش آموز فکر کردید خب حرف درستیه، بر اساس مفاهیم دینی و آموزش های دینی و آموزه های دینی باید یک مؤمن اگه بسم الله گفت روی آب باید بتونه راه بره. لذا برگشتش و اومد خودش پاشو گذاشت روی آب، بسم الله گفت، دید آب زیر پاش سفته، بسم الله رو ادامه داد و رفت از رودخانه عبور کرد. از فردای اون روز خیلی راحت میرسید سر کلاس درس، سر وقت. معلم بهش گفت که چطور، چی شده، تو تازگی خیلی داری مرتب میرسی؟ گفت که شما فرمودید، به نصیحت شما، نصیحت شما بوده، من عمل کردم. معلم خب باورش نشد، گفت حالا من مسخرش کردم، اینم ما رو مسخره میکنه. تا یه روز شک کرد خود معلم، بهش گفت که خب ما رو دعوت نمیکنی به منزلت که ما بالاخره بیایم از نزدیک اونجا وضع تو رو ببینیم اینها. گفت چرا، اومدن و اومد لب جوب و آب و به معلمه گفت که بفرمایید. معلمه گفت که تو برو ببینم چه جوری میری. دانش آموز پاشو گذاشت روی آب، بسم الله رو گفت و اومد جلو. معلم بهش گفت اون عقیده‌ای که تو پیدا کردی اون عقیده رو من ندارم. خب این دانش آموزه قدر خودش رو شناخت که پیش خدا ارزش داره، اون معلم قدر خودش رو نشناخت. فرق بین کسانی که مشکلات پیدا میکنن و اونهایی که خوشبخت زندگی میکنن، یک فرق خیلی مهمش همینه. اونی که خوشبخت زندگی میکنه قدر خودش رو شناخته، یعنی میفهمه که هر دندانی که به یک لقمه میزنه، هر جویدنی چقدر هزینه برمیداره. شما ببینید یه لقمه ای را که یک کسی میخواد بخوره، الان واقعا در ایران ما این یک لقمه چند تموم میشه؟ بحث این نیست که نان چنه و گوشت چنه و گوجه فرنگی چنه و تخم مرغ چنه، بحث سر اینها نیست، چون مجموع زندگی من، تلاش من، همه اینها رسیده به اون لقمه که لقمه رو من بذارم دهنم، حتی مهری که برای زنم قائل هستم، حتی ماشینی که تهیه میکنم، همه اینها هزینه هاییست که اون لقمه رو مشخص بکنه این لقمه چنه. اگر هنگام خوردن و جویدن اگر با عافیت بخوره، به سلامتی منتقل میشه به بدن و خیلی راحت بهره برداری میشه از خواص این لقمه. اگر این که نه، با ناراحتی و با دعوا و با مشکل یا اضطراب یا یک جور دلهراسی مثلا پیدا بکنه،
و بخواد قضا بخوره. این با دلحراسی یقینا نمیتوانه اون چرا که خواص قضا هست بهره ببره. یه مقداری حالا بریم در داخل خانواده، میدونید که از در پزشکی الان اعلان کردن، میگن هر یک بوسه محبتی که بین دو زوج محرم برقرار میشه، اولا چقدر به عمر انسان اضافه میشه، و جدیدی ها میگن، میگن هر بوسه محبت آمیزی 220 گالوری مصرف میکنه. خیلی مهمه این. یعنی شما میری ورزش میکنی که سلامت به دست بیاری، چیکار میکنی؟ این کالوری ها رو میسوزونی. خب این با یک بوسه محبت آمیز، حالا این بوسه محبت آمیز در فرزندم صدق میکنه همون مقدار؟ میگن نه. با امروز یک کسی از عزیزان به من میگه از این ساعت‌های جدیده بگیر دستت ببند تا بفهمی هر یکی از فعل و انفعالات زندگی چقدر کالوری مصرف میکنه. یعنی وقتی که انسان فرزندشو بغل میکنه با محبت چقدر کالوری مصرف میکنه، و وقتی که با همسر خودش گفتگوی با محبت میکنه، در آغوش محبت میگیره، چقدر کالوری. ببینید اینا رو اگه ما یه خورده بشینیم بررسی بکنیم، میفهمیم که خداوند چقدر ما را تکریم کرده، چقدر خداوند پای ما هزینه کرده. من به رفقای متدینمون بهشون میگم، به خصوص روحانیون بهشون میگم، امام زمان خیلی بابت ماها هزینه کرده. یعنی چرا مردم احتراممون میکنن؟ میگه ما چی هستیم؟ میگه ما چی کار کردیم؟ اگر ما آدم خوبی باشیم، به خودی خود تو دل مردم جا میگیریم. اگه ما دور از دنیا باشیم، به خودی خود مردم به ما علاقه پیدا میکنن. اگه ما کارمند دولت باشیم، خب وقتی که مردم از دولتی سختی ببینن، به ما نگاه چپ میکنن. اینا طبیعیه. بس بنابراین اگر من بدانم من روحانی، امام زمان برای من هزینه کرده، من درس بخونم هزینه کرده، من عقل پیدا بکنم، دانش پیدا بکنم، برسم به یک مقامی که بتونم چهار تا حرف رو با یک کسی بزنم، خب این معناش اینه که خیلی امام زمان بابت من هزینه کرده. من چقدر بابت اون جواب دارم میدم، چقدر پاسخگو هستم؟ پاسخگویی من اینه که من با این امتی که در روایت امام حسن عسکری هست که شیعیان ما ایتام آل محمدن در زمان غیبت، خب من چقدر برای ایتام آل محمد دارم سرمایه گذاری میکنم؟ حرفایی که من میزنم چقدر حرفای من واقعیت داره، از دل من برمیخیزه تا به دل اون بیننده ما برسه؟ و لذا یکی از مسائلی که در قصه مرجعیت مطرحه، همه مراجع هم در رساله های عملیشون ذکر کردن، خداوند همشون رو حفظ بکنه، استقلال مرجع این است که فتوا رو وقتی که میخواد بده ترس نداره که این حکومت راضی هست از من یا راضی نیست از من، برای من مهم نیست، چون من فتوا رو از حکم خدا میخوام بفهمم و بیان بکنم و برای رضای خدا میخوام بگم، نه برای رضای حکومت، حتی نه برای رضای فامیل، نه برای رضای زن و فرزند. یعنی رضایت اونا برای من مهم نیست. ملاک این است که خدا از من راضی باشه. اگر فکر این رو کردیم، وقت کم کم میفهمیم که چقدر ما ارزش داریم. پس برمیگردم توی خانواده، ارزش خودمون را اگر ما بشناسیم، خیلی کارها را میکنیم و خیلی کارها را پرهیز میکنیم. آقا بعضی وقتا خب مطمئنن هیچ دو نفری دوست ندارن درگیری و مشاجره و دعوا بینشون باشه، هیچ زن و شوهری، یعنی اصلا هیچ عقل سالمی دعوا و مشاجره رو به صلح و صفا و صمیمیت و عاشق هم بودن ترجیح نمیده. ولی گاهن دو طرف میان سعی بکنن، من بازم میگم دو طرف، نمیگم یک طرف، دو طرف میان سعی بکنن که روابطشون رو با هم خوب بکنن، ولی نمیفهمن هم دیگه. بله. این بله. سلام میکنه اون حس میکنه که این داره مثلا بهش تیکه میندازه. اینو بحثشو میکنیم. اگر اینکه ما همدیگه رو بشناسیم، خصوصیات جسمی و بدنی همدیگه رو یه مقداری، نمیتونیم 100% بشناسیم. بله. علتش اینه که هر یکی از ما در یک عالمی قرار داره. حقیقتا زن و مرد با هم فرق میکنه. بسیار فرق میکنن. بعضی ها کتاب های اصلا در این زمینه نوشته شده که مریخی و نمیدونم وینوسی و فلان، و اینا یه واقعیت، فقط مثالشو اونجوری زدن. حقیقتا من یه وقتی یک شیخی بود از علمای اردبیل،
خدا رحمتش بکنه، بسیار بسیار مرد خوبی بود به نام شیخ ابراهیم مشکینی. ایشون من خب رفته آمد داشتم با ایشون ایامی که من موفق بودم و ایران بودم. یک وقتی ایشون داستانی رو نقل کرد، گفت که یک پسری از عراق آمد و میخواست ازدواج بکنه، حالا در اثر قصه جنگ بوده چی بوده، حالا هر چی بوده، گفت از عراق آمده بود و این میخواست ازدواج بکنه، ما هم گشتیم دختر خوبی براش پیدا کردیم. این پسره یک کلمه فارسی بلد نبود، چه برسه به ترکی. خب و اینم اومده از من تو اردبیل زن میخواد، منم تو اردبیل گشتم یه خانواده خوب، تصادفاً اون دختره هم یک کلمه فارسی بلد نیست، چه برسه به عربی. پس بنابراین لغت مشترک اینا لغت لالیه. بله ایما اشاره مثلا. ایشون گفت ما اینها را خلاصه واسطه شدیم و کار خیر انجام شد و اینها را من آوردمشون. یک امامزاده هم ایشون اسم آورد، همون نزدیکای اردبیل یک مقامی بود، امامزاده بارگاهی بود، و اومدیم اونجا و میگفت من دقت کردم چون میخواستم ببینم بالاخره چقدر این کار من چقدر نتیجه میده. گفت من دیدم یک زاویه ای اینا انتخاب کردن، یکی این طرف زاویه چسبیده به ذریح و با اون امامزاده صحبت میکنه، یکی این طرف زاویه، یعنی همین رکنو همین ستون رو گرفتن، یکی این طرفش یکی این طرفش، و دارن خودشون حرف میزنن با اون آقا امامزاده ای که حالا در اون منطقه هست، به زبون خودشون هم حرف میزنن. میگم من فکر کردم اینا چه جوری با هم دیگه به تفاهم میرسن. بعد ایشون نقل میکرد میگفت سالی گذشت، بعد از یک سال حالا به چه مناسبتی من اینا رو دیدم، خیلی یادم نیست قصه هاش رو. من گفت که وقتی که اینا رو دیدم، دیدم هم دختره عربی بلبل حرف میزنه ماشاءالله و هم پسره ترکی بلبل حرف میزنه، پس فارسیه رو اصلا یاد نگرفتن. خب این چی میشه که افراد میرسن به اون جایی که همدیگه رو میتونن قبول بکنن تا درک بکنن؟ آخه اول قبوله، اگر قبول نباشه درکی صورت نمیگیره، درک بعد از قبوله. لذا قرآن کریم داره که لتعارفو، قبول بکنید همدیگه را. فقط این نیست که من بدانم که شما اسمتون چیه، فامیلتون چی چیه، شما را قبول بکنم با تمام خصوصیاتی که داری. این یه مقداری تلاش میخواد برای این که بتوانه قبول بکنه. خود قبول کردن اولین گامه. بله. بعد از اونه که قبول که کرد میتونه باهاش به تفاهم برسه. اینایی که جوونا الان صحبت میشه میگه که مثلا من پسر دختری رو میخوام باش ازدواج بکنم که به تفاهم با او داشته باشم، یا دختره میگه پسری میخوام که تفاهم داشته باشم، اینا هنوز ندونه نمیدونن که تفاهم مرحله دوم قضیه است، نه مرحله اول. مرحله اول فقط این است که قبول بکنم این آقا را، قبولش بکنم این خانم را، قبولش بکنم. یعنی چی قبولش بکنه؟ یعنی مثلا به همسری بپذیرتش؟ نه یعنی که نبگی خب من حالا اینو دوستش دارم. ببینید شما یک تصویری را که میرید میخرید، یک قاپی رو با تصویر میخرید، یه تابلوی رو میخرید، این پسندیدن یک اسمیست برای این مطلب. اما شما یه چیزی توی اون خوشت اومده که اون چیز تو مغز شما جا گرفته، اونو خریدی. درست. پسندیدن اسم ظاهریه نه اسم واقعیش، ولذا میای همش به اون نگاه میکنی. هر وقت میای تو سالن، هر وقت مثلا هر کجا گذاشتیش، هر وقت میای به اون نگاه میکنی، کیفت در اینه که به اون نگاه بکنی، چی در او پیدا کردی که به این علاقه مند شدی. گاهی وقتا یک پولای خیلی هنگفتی هم داده میشه برای یک تصویر مثلا یا کوچیک حالا یا غیر تصویر. پس قبول یک مسئله است. حالا این انسان من و اون چقدر تفاهم داریم، چقدر اختلاف داریم، بر اساس این اختلاف ها چقدر ما میتونیم همدیگه را قبول بکنیم، بعد که قبول کردیم چجوری میتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. من یادمه واقعا از ذهنم بیرون نمیره، یکی از عزیزانی که بعید میدونم حالا خودش برنامه منو ببینه، شاید پدر مادرش ببینن، این من بهش گفتم که عمو میخوای ازدواج بکنی چی میخوای؟ ایشون انگشتشو اینجور کرد، شاید تو برنامه من گفته باشم، این انگشتشو اینجوری کرد، گفت میخوام وقتی که من قرمه سبزی میخوام بهش میگم قرمه سبزی درست بکن، قرمه سبزی درست بکنه. این انگشتر اینجوری حرکت میداد، من مثلا فرض بکن برنج چلو گوش میخوام، هی اینجوری میکرد مثلا، یعنی میخواست بگه اون چرا که من میگم گوش بده.
مدتی گذشت، ایشون هم ازدواج کرد، اتفاقا دختر داییش هم گرفت، یعنی غریبه نگرفت، دختر داییش هم گرفت و الان هم با هم دیگه راضی هم با هم زندگی میکنن. من دیدمش، بهش گفتم این جریان، گفت نه برعکسه، اون به من میگه بیا من میام، اون به من میگه بخور من میخورم. خب این معناش اینه که اینا الان با هم دیگه زندگی میکنن. خود تصور پسره غلط بود نه. و آن چرا که الان به دست آمده هم غلطه. دلست. یعنی پسره خیال کرده میخواد یه کلفت بخره، اشتباه کرده. در که اصلا ازدواج یک چین معنی، ازدواج مال این نی عبدا. ما الان میدونید که اگر یک منبری بارها شده برای خود من این معنا که وقتی که بحث خانواده و اینها بخوایم بکنیم، آقایون میان میگن حاج آقا تو رو خدا نگو چی واجبه برای زن چی واجب نی، آن چرا که خلاصه به نفع مرد هست بگو، چون اینا شیر میشن در مقابل ما. خانوما هم میان به ما میگن که حاج آقا یا نامه میفرستن برای ما، حاج آقا تو رو خدا به مردامون بگو ما چی برامون واجبه چی برامون واجب نی. این معناش اینه که اینها اصلا هنوز همدیگه رو باور نکردن، همدیگه رو قبول نکردن، همدیگه رو و چجوری میخوان با هم زندگی بکنن. خب به عنوان اینکه حالا مثلا خب چیکار بکنیم دیگه، حالا ازدواج کردیم که زندگی بکنیم. پس باید مرحله اول قبل از آنی که قبول درست بشه، این اقرار درست بشه، باید ما بیه بشناسیم. خیلی جوانها، شاید بگم 100% جوانها قبل از ازدواج میرن کتابهای خلاصه روابط مخصوص رو میرن مطالعه میکنن، در حالی که اون یک نمادی است از اظهار محبت. درست. حقیقت اون نیست. شاید حقیقت فقط 5% از کل زندگی رو تشکیل بده، ولی همون 5% اگر اشکال پیدا بکنه، ایراد میزنه به همه، کل زندگی رو به هم میزنه. درست. کل زندگی رو به هم میزنه، طبیعی هم هست. حالا ما باید بیایم اولا در مطالعاتمون بیایم بشناسیم حقیقت زن، خصوصیات زن چیه. خانم ها هم باید بیان درباره آقایان مطالعه بکنن. کتاب زیاد شده الان، خیلی کتاب در این زمینه هست به لغت های مختلف، البته متاسفانه غالب اینها ترجمه از انگلیسیه، در حالی که ما همه اینها را روایات داریم و اسلام همه اینها را 1400 سال قبل گفته. فقط خب نویسندگان ما یه مقداری تنبلی میکنن، اونایی که مسلمانن و شیعن تنبلی میکنن، یه مقداری غرب زدگی یه مدل شده برامون. حالا یه تفاوت، من سیدشم فکر میکنم یک تفاوتی که بین حالا اندیشمند، نمیخوام بگم همشون، ولی شاید عموما بشه گفت بین اندیشمندان غربی و اندیشمندانی که در حقیقت در بین آیات و روایات و احادیث در حقیقت میگردن و قلم میزنن، این هستش که اون غربی ها تک تک این چیزها رو تست کردن. بله. همه رو تست کردن، آخرش نتایج تست شده رو میارن و به رشته تحلیل در میارن. درست. ولی این شخصی که مثلا اسلامی است فقط باز میکنه کتاب حدیث و مثلا نهج البلاغه رو یا مثلا کتابای دیگر رو باز میکنه میخونه، میگه خب اینه و برمی‌داره اینو مینویسه. خب این باید میدانی باشه، باید ارتباط یعنی این با چون مردم. میدانی نیست واسه همین مردم هم کمتر رغبت پیدا کنه متاسفانه. یه مقداری هم مقصر مردمن در این زمینه، یعنی یه بحث‌هایی در کشورهای خاورمیانه عیب شده، همون تابو شده متاسفانه. بله. حالا مثلا پسر جوونه میخواد بره مثلا به دکتره بگه من فلان اشکالو پیدا کردم، خجالت میکشه. با هم میرن پیش مشاور، با هم من و زن و مرد میرن پیش مشاور، مرد به زنه میگه خب بگو، خجالت میکشه، زن خجالت میکشه. خیلی وقتها هم حق با زن است، اما چون میخواد کانون خانواده رو، آبروش رو حفظ بکنه، بیان اشکال، خیال میکنه که این لطمه میزنه به اعتبار مرد. خانم ها نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، خیلی بیشتر از آقایون دلشون برای زندگی میسوزه. درست. ممکنه شما هم مخالف حرف من باشید. نه صد دفعه موافقم من. طبیعی هم هست. توی کتابا نگاه میکردم، چون خانم ها واقعا اگر دلش برای زندگیش نسوزه، اون 9 ماهی که بچه رو میخواد تو شکمش بزرگ بکنه حداقلش تازه اونه. بله. اون 9 ماه رو تحمل نمیکنه که چه باور کن اون 5 دقیقه اصل رابطه مشروع رو هم تحمل نمیکنه. باور بکن یه وقتایی میرسه به جایی که میگه من مگه نباید خودم رو تحویل او بدم، تسلیم او بشم. نمیتونه. عجب. نمیتونه این دیگه این... یعنی ببینید چی شده که ممکنه اینا قبلا هم خیلی علاقمنده به هم دیگه بودن یا فامیلن، اما چی شده که این نمیتونه دیگه خودش رو در آغوش او قرار بده، با اینکه بافت زن در این است که در آغوش قرار بگیره. زن مهمترین چیزی را که از نظر عملی، نه تئوری، حالا تئوریشو بعدا میگم،
از نظر عملی مهمترین چیزی که زن دوست داره اینه که یک مرد خوب اونو در بغل بگیره، در آغوش بگیرتش. لازم نیست ذهنتون هم نره در جاهای دیگه، نه همین اندازه‌ای که این خانم بهش تکیه بده و احساس امنیت بکنه. خب این گاهی وقتا خیلی هم به هم دیگه علاقه داشتن، اما کار میرسه به جایی که همین اندازه این زن حاضر نیست تحمل بکنه، این همین پشتوانه رو حاضر نیست تحمل بکنه. الله خیر. این علتش هم یه مسائل خیلی جزئیه، خیلی جزئیه. من مثال فقط میزنم، شما ببینید سرما میخوره آدم، زکام میشه، این یک ذره زکام کل صورت آدم رو به هم میزنه. و یه ذره زکام بوده، اگرم از اول این آمپول های واکسن رو بزنه یا از اول برنامه فرض بکنید که ویتامین سی شو تنظیم بکنه یا با شلغم و امثال اینها درون خودشو گرم بکنه، از اول مبتلا به این مسئله نمیشه. اما حالا من نکردم، مبتلا شدم به این زکامه، کل صورت من به هم میخوره. نه تنها صورت من به هم میخوره، بلکه هر کجا که میرم مجبورم دستمال بگیرم جلو بینی و دهانم که دیگری مریض نشه. به خاطر یک امر کوچکی که به وجود آمده جامعه نسبت به من واکنش نشون میده. تا بهش بگم سرما خوردم خودشو میکشه کنار. چرا؟ چون میترسه این وباهه بیاد سراغ خودش. پس بنابراین برمیگردیم سر اصل جریان. که بحث آنفولانزا خیلی حساس شده. بله. برمیگردیم سر اصل جریان. اصل جریان این است که باید مرد بگرده در زن و زن بگرده در مرد. این از قبل از ازدواجه و ما این حدیث ها را قبلا یه تیکه هایش رو بیان کردیم به مناسبت های دیگری، الان هم باز مرور میکنیم که یادآوری بشه که اینا هر یکی از اینها ممکنه اختلافی درست بکنه یا ممکنه اختلافی رو حل بکنه. مثلا ما در روایات خیلی زیاد داریم که امام معصوم به ما میفرماد انظر این توع نفسک، وضع نفس یعنی خودتو کجا میذاری. این خیلی عجیبه، یعنی چی؟ من میخوام ازدواج بکنم، آمده خدمت امام معصوم مشورت بکنه، آقا من میخوام ازدواج بکنم، چی نصیحتم میکنید؟ حضرت میفرماد ببین خودتو کجا میذاری. یعنی چی خودتو کجا میذاری؟ یعنی آنچه را که میخوای انتخاب بکنی کل سرمایه توست. خب بذار اجازه بدید سر سرمایه تیکه بگم. هیچ ما میدونیم یا هیچ جوانی وقت ازدواجش یا آقایون خانمایی که الان برنامه ما رو میبینن میدونن ازدواج سرمایه گذاریه؟ خود ازدواج سرمایه گذاریه. یعنی شما برای اینکه یک مغازه باز بکنی چقدر بررسی میکنی؟ میری پولم قرض میکنی، پولم داری، وامم میگیری، همه اینها سرمایه گذاری میکنی تا این بیزنسه، این کاره موفق بشه. درست شد؟ میدونید خود زندگی همینطوره؟ یعنی ازدواج یک سرمایه گذاریه. کل عمرتو شما داری سرمایه میکنی تا این خانم رو انتخاب میکنی و بر اساس این انتخاب کل زندگی آینده خودت و فرزندان خودت رو داری توی این سرمایه گذاری میذاری. یعنی میشه گفت اینو سرمایه گذاری کلانم هست، چون عمر رو جدن کلانه. نه تنها گذشته است، شما در دکان پولتو داری میگذاری، بله. وقت الانتو داری میگذاری در بیزنس، اما در ازدواج کل تاریخ گذشته تو میگذاری، فعلتو الان در این وقت فعلی رو میگذاری، آینده خودت و بچه های خودت و نسل خودت را توی این سرمایه گذاری میگذاری. خب چرا نمیخوای دقت بکنی درباره این سرمایه گذاری؟ حقیقتا مسئله خیلی مهمیه. حاجا اجازه بفرمایید این بحث خب داره به جاهای خیلی مهمی هم کشیده میشه، یه میان برنامه خیلی مختصر ببینیم، دوستان تمرکز بکنن، دوباره انشاءالله به ادامه بحث برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. زاکری، معمولا تو بحث ازدواج چون یه چیزی هستش که خب سهل الوصوله،
نسبت به حال شما مثال سرمایه گذاری رو زدی، طرف میخواد بره یه مغازه مثلا فلافلی هم که میخواد بزنه، میگه خب من باید چند میلیون پول جمع بکنم، یه جای خوب پیدا بکنم، برم اجازه کسب بگیرم و و و و و سخته، خیلی دقت میکنه. ولی میگه خب میخوام ازدواج بکنم، میرم به مادرم میگم، مثلا به خواهرم میگم، فلان دختری فلان همسایه میریم چند تا خونه رو میبینیم، یه دختر خانومی پیدا میشه، بالاخره ازدواج میکنه، تمام میشه به پیکارش. چون خیلی سخت حقیقتا ازدواج با تمام سختی هایی که وجود داره نسبت به هر کار دیگه خیلی سهل هست، به این خاطر شاید مردم خیلی توجه نکنن که این سرمایه گذاری کلان هست. من احساس میکنم یعنی شما یه بچه رو میبینید که همچه که داره بازی میکنه یه میخی ور میداره، پریز برق هم اون جلوه، نمیفهمه این میخ چی چیه، پریز برق چی چیه، میره میذاره توی پریز برق، بعدم فاجعه‌ای که باید اتفاق بیفته میفته. یا اون آقایی که یا اون خانومی که میدونه این آهنه، میدونه اون برقه و هرگز چنین کاری را نمی‌کنه. فرقش بین این دوتا چیه؟ دانستنه. یعنی ببینید من این بارها این مثال رو زدم و هنوزم بهش معتقدم. بارها گفتم که یک کت شلوار می‌خرید، یک کت دامن می‌خرن خانوما، یک شلوار می‌خرن آقایون و خانوما. همینی که میخره اولین کاری که میکنه بعد از پوشیدن چیه؟ خود شما الان یادت بیاد اولین کت شلوار یا هر کت شلواری که خریدی بره. اولین کاری که بعد از پوشیدن کردی چیه؟ دست تو جیبش میکنه. چرا دست تو جیبش میکنه؟ کت شلوار نوه بره. امروزه هم میدونید درهای جیبها رو میدوزن، یعنی لخته است، زایی دستش اینجوری میکنه ببینه تونه میره، نگاه میکنه چرا مثلا. یا اینکه مثال خونه، میخواد خونه اجاره بکنه، خودش و خانومش میرن با همدیگه خانه رو میبینن برای اجاره یا برای خرید، فرق نمیکنه. بله. چون مثال همون مثاله. میره خونه رو با نگاه میکنه، کابینت های آشپزخونه رو دونه به دونه واز میکنه. بله. در که میدونه خالی هم هست. میدونه خالی. حالا دومی رو واز کرد. اولی رو واز کرد. چرا سومی رو واز میکنه؟ چرا همشو دونه به دونه واز میکنه؟ نو هم اگر که باشه. شیر آب رو واز نمیکنه. چرا؟ چون مطمئن آب میاد. چون مطمئن آب میاد. اونم مطمئنه که خالیه، اما حب استطلاع، حب دانستن، اینو خدا در وجود آدمی گذاشته به عنوان یک حجت. این حجت خداست. خدا میگه مگر من این نشونه رو برای تو نگذاشته بودم، تو چرا استفاده نکردی؟ چشم بسته رفتی ازدواج کردی. خب بعد حالا معامله کرد، اجاره کرد یا خرید، تموم شد. وقتی که کلیت رو میگیرن، حالا میخواد یه روز فاصله باشه یا یک سال، کلید رو که میگیره باز میان توی خونه، باز همین زن همین شوهر میرن تمام کابینت ها رو باز میکنن، همون کابینتی که قبلا باز کرده، باز کرد، دوباره یه وراندازی میکنه. این پس معلوم میشه که در ذات آدمی هست، اما به زندگی که میرسه، به ازدواج که میرسه، نمیکنه این کار رو، با اینکه شرع بهش اجازه داده. بله. یعنی ببینید شرع بهش گفته در انتخاب دقت بکن، چه ارزش‌هایی رو دنبالش برو و چه چیزهایی رو که تو خیال می‌کنی ارزش دنبالش نرو. یعنی زیبایی، همه مردا خیال می‌کنن زیبایی یک ارزشه، اما ارزش نیست. دقیقه. چون اگر ارزش بود با یک زکام از بین نمی‌رفت، با یک تصادف از بین نمی‌رفت. اینی که با کوچکترین مسئله یه پشه میاد میگزه، پس این زیبایی اون نیست که تو خیال میکنی ارزشه. بله، زیبایی سیرت خوبه. زیبایی سیرت رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم؟ یه مقداریش با تحقیق از طریق خانم هاست، یه مقداریش خانم های سابق، مادران سابق بلد بودن چی کار بکنن. از که من اینه که دارم میگم هیچ کدومش جدید نیست. حتی یه مثالی من حرفامو زدم قبلا، الانم با یه دید دیگری به قضیه نگاه میکنه. بله. اون موقع سابقا این خانومی که میرفت خواستگاری، حالا چه واسطه باشه، چه مادر باشه، بله، یا خواهر باشه، دختره رو که بغل میکرد، پشت گوش دختره رو بو میکرد. ما اون موقع نبودیم، خانومم نبودیم. بله. که بریم خودمون ببینیم چیه، اما تو کتابا میخونیم. بله. گفت گندم خودت نخوردی دست مردم، دست که مردم دیدی؟ که دیدیم. بله. خب اینا تو کتابا الان هست که این خانوما، این مادرها میرفتن پشت گوش، لازم نیست که بهش بگه خانم عزیزم بیا ببینم پشت گوش چی چیه، همون روبوسی که میکنه، بغلش که میکنه
این چرا این کارو میکنه؟ تو فیلم ها حتما شما ها دیدید، تمام این فیلم ها هر کجا خانمی را نشون بده که عطر میگذاره، این عطر رو به پشت گوشش میگذاره. چرا؟ پشت گوش اولین جاییست که عرق میکنه. این عرق اگر بدبو باشه پیدا میشه حتی اگر عطر بزنی، اگر خوشبو باشه پیدا میشه. دهان زن بو میکنه، همین که داره باش احوال پرسی میکنه بو میکنه دهان زن رو. خب شما آقا میخوای از دانشگاه خانومی رو دیدی و میخوای باش ازدواج بکنی، میتونی این کارا رو بکنی؟ نه. آه؟ نمیتونی. پس یه مقداریش از اون طریق میشد تحقیق کرد در اون، یه مقداریش تو جامعه که هستی روایت داره الخال احد و وجیعین، دایی نقش داره در بستر خواب عروس دوماد. یعنی شما از راه دیدن فرزندان مذکر این خانواده میتونی بفهمی تربیت این خانواده چجوریه. بیشتر توضیح، یعنی از بچه های برادر اون خانوم، شما این خانواده پسر دارن، خب دخترم دارن، خب خب من که نمیتونم برم دخترها رو زیر رو بکنم که. آها، بله، برادرشو ببین. اما رفاقتی که دارم با برادرش یا تحقیقی که میکنم توی جامعه، این خانواده به طور کلی به عنوان یک پکیج، یک مجموعه بهش نگاه میشه. بح. این مجموعه شما که میخوای بری دختری رو باش ازدواج بکنی، عطاره ازش سوال بکنی، میگه خودش خوبه اما برادرش. یعنی چی؟ یعنی توی تربیت خانوادگی این یه اشکال فنی پیدا شده. شما این سیم‌های برق رو میدونید که همه اینها تاره، تارهای متعددی است که جمعش کردن، یه پلاستیک روش کشیده شده سیم. درست شد؟ زندگی همینه، تمام زندگی ها تارهای تک تک که جمع شده شده یه خانواده. یه خانواده. حالا این خانواده پدر در قضیه نقش داره به عنوان بنیانگذار، مادر در این خانواده نقش داره به عنوان زیربنا، فرزندان اون تارهایی هستن که سیم رو تشکیل میدن. این فرزندان مذکرش و مؤنثش، ما میریم نگاه میکنیم با این برادر این خانم خوشگله یا خوشگل نی که میخوایم خواهرشو بگیریم، در حالی که دنبال اون نباید باشیم. چون خوشگلی در زن، خداوند زن را یک جوری آفریده که میتونه قرمز داخل اتاق بشه، سبز از اتاق بیاد بیرون. مرد اگر هزار هم گریم بکنه، اولا خودش که نمیتونه، دیگران هم گریمش بکنن، با این حال بذارش بغل خواهر همین مرد با تمام خصوصیات شکلی، دیدید خیلی وقتا خواهر برادرها خیلی شبیه به هم دیگه، با تمام خصوصیات شکلی بازم نگاه میکنی اون دختر خوشگلتر از برادر مشخصه. چون قابلیت در این هست و قابلیت در مرد نیست. خب این قابلیت را باید به یه طریقی من بفهممش. حاجا همین که الان میفهمه، تو بین پرانتز عرض بکنم یه مثالی هم هست، میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر، اینا مال اخلاقشه نه مال چهرهش. نه حال بحث چهره نه، همین چون که فهمه اون رشته هایی که همه خانوما میزنن میگن که کلید چی، حالا عبارتی که در ایران متعارفه، خلاصه حالا معناش اینه که فرض کن پسر منعکس کننده پدره، دختر منعکس کننده مادره. یعنی همون خصوصیاتی که در پدر هست در فرزند منتقل شده، در دختر هست، از نظر تربیتی در فرزند هم منتقل شده. اینا هست اما درون خانم ها رو ما نمیتونیم در بیاریم. پس قبل از آنی که بریم توی این درون ها رو بخوایم در بیاریم، اول بشینیم مطالعه بکنیم ببینیم آقا برق 110 با برق 220 چیه تفاوتش. خیلی تفاوت داره. نه. یکیش میکشه یکیش میلرزونه. فرقش اینه دیگه. درست. مرد برق 110 میلرزونه نمیکشه، زن برق 220 میکشه. از چه لحاظ؟ قدرته. چه قدرته؟ خدا درش قدرت قرار داده. قدرت چی؟ آقا شما وقتی که عاشق شدی کل اختیاراتو در اختیار او میذاری. درست شد؟ بس. اما زن وقتی که عاشق بشه مردو اداره میکنه، نه اینکه اختیاراتو دست مرد میگذاره.
به خاطر همینه که در روایات داره که زن خوبه با مرد هماهنگی بشه بین مرد و زن، که زن مخالفت با مرد نکنه. اما نفرمودن مرد مخالفت بکنه یا نکنه. بله، در قرارات تصمیم گیری نهایی اسلام داره که اختیار تو دست زن نده. به. نه اینکه حرف زن رو گوش نکن، مشورت هم بکن، بلکه مشورت هم بکن. پیغمبر اکرم میخواستن در یکی از جنگ ها خلاصه یارا رو جمع بکنن، بهشون فرمودن برید سرتون رو بتراشید. میخواستن ببینن پیغمبر اکرم چقدر اینا حرف گوش میکنن. هیچ کس سرشو نتراشید. یکی از خانمای پیغمبر گفت یا رسول الله اگه میخوای حرفتو مردم گوش بدن خودت اول سرتو بتراش. پیغمبر نشستن سرشون تراشیدن، حالا یا خودشون تراشیدن یا کسی براشون تراشید. فوراً دومی نشست، فوراً سومی. خب این مشورت رو این خانم داده. فقط هر خانمی مشورت شو من بگیرم یا هر آقایی مشورت شو من بگیرم، اینجا بحثه. در مورد انتخاب پسر که من اینو به عنوان داماد قبولش بکنم یا نه، به عنوان من پدر دخترم، یا اینکه من دختر هستم میخوام این شوهر رو انتخاب بکنم، اونجا به من میگن دینشو ببین، اخلاقشو ببین، کار بلده یا بلد نیست. سه تا چیز بیشتر در مرد نگفتن، اما در خانماشون صد تا مطلب اومده. علتش اینه که خانم مثل قفل میمونه و مرد مانند کلید قفل میمونه. کلید قفل چهار تا دندونه بیشتر نداره، چه این قفلای جدیدی که دندونه ها وسط کلید در آمده، چه قفلای سابقی که کلیداش دندونه ها کنار قرار می گرفت. دیدید که قفلای جدید را؟ بله. خب مرد آخرش همین کلیده است، یعنی مرد آخرش همین ریش سیبیله است، چهار تا دندونه. اما خانم یه قفله. قفل یعنی چی؟ یعنی یک ظاهری بسیار زیبا. قفلا رو مدلاشو نگاه بکنید. بله. یک ظاهری بسیار فریبنده و قشنگ. میرید شما قفل بذارید، فروشنده به شما میگه این 4 جور قفل، 10 جور قفل جلوته، قیمتاش اینه. برای من که قفل میخوام که فرقی نمیکنه، من قفل میخوام دیگه. حد اکثرش استحکام قفل رو نگاه میکنم. اما در قصه زن مسئله استحکام نیست. بعد چی میشه که این 4 تا دندونه این کلید اون سیستم قفل رو باز میکنه؟ قفل سیستم داره. یعنی یک سیستم پیچیده‌ای در داخلش هست که این مانع میشه از این که با هر چیزی با هر کلیدی باز وازش بکنی. خب پس معلاش اینه که خداوند زن را یک نعمت بسیار بزرگ خودش قرار داده، به منم گفته آقا این نعمت بسیار بزرگ 4 تا کلمه بیشتر نمیخواد. 4 تا کلمه. اولا تو بفهم، بعد این 4 تا کلمه رو بگو، ببین چه نتایجی به دست میاد. ما نرفتیم بفهمیم. من حالا فرصت زیاد ندارم برای امشب، اما ان شاء الله فردا شب براتون عرض میکنم که وقتی که خانمی میاد قر میزنه چی میخواد بگه. من خودم معتقدم که تمام خانم ها قبل از آنی که دختر همسر شما بشن دختر کسی بودن، بله، خواهر کسی بودن. هیچ پدری رو در دنیا سراغ نداریم، صاف میگم در دنیا سراغ نداریم که بیاد توی رفقاش بگه من دختر من قر میزنه. هیچ پدری این حرفو نمیزنه. نه اینکه میخواد تو سر دختره نزنه، اصلا قر نمیزنه دختر در مقابل پدر. هیچ قر نمیزنه، ناز میکنه. پدرشو که میبینه ناز میکنه، قر نمیزنه. خب همین دختر خواهر هست، برادری داره. هیچ برادری در دنیا پیدا نمیشه که بیاد تو میان رفقاش، تو خانواده، حتی وقتی که با خواهرش درگیر میشه تو خانواده نمیگه این دختر خواهر من قر میزنه. چی شد وقتی که این شوهر کرد قر میزنه؟ شاید بازم داره ناز میکنه. ها، من همینو میخوام بگم. من میخوام بگم این دختر قر میشه، این دختر میخواد بگه عزیزم به من بگو دوست دارم. ما مردان نمیفهمیم این را. مثال برای شما میزنم. شما از بیرون میای تو خونه، خانم شما شروع میکنه به حرف زدن.
امروز فلان اتفاق افتاد، فلان اینجوری شد، بچه سرش افتاد زرمی شکست، نمیدونم پشقاب اینجوری شد، شروع میکنه گفتن. به تمام مردا بدون استثناء شروع میکنن راه حل گفتن، بدون استثناء. خودتون نگاه بکنی، در روایت داره العرفوی بابک، خودت ببین چیکار میکنی. بهش میگی خب خانم بچه مهم نیست، نمیدونم لیوان فدای سره، چرا حواست رو جمع کردی مثلا، هی میای جواب میدی، این خانم جواب نمیخواد از شما. خب این خسته نباشی، دست درد نکنه. تنها چیزی که این خانم میخواد همدردیه، همدلیه. بله. وقت این همدلیه راه داره، راهش اینه که آخ عجب، خب بابا به من زنگ میزدی من بیام اقلا مثلا کمکت بکنم. بازم خدا صبرت بده، واقعا تو تحمل کردی. اگه من بودم تحمل نمی کردم. این همدردی کردنه، لازم نیست دروغ بگیم. آخه یه وقتی ما یه بنده خدایی که شاید برنامه ما رو الان در آمریکا میبینه، این میامد شما مشورت مجانی میگرفت و همیشه هم میامد مشورت میگرفت. من دیدم این هم وقت خودش رو تلف میکنه، هم وقت ما رو تلف میکنه، حرفم گوش نمیده، عمل هم نمیکنه به اون، نمیکنه. خودش میامد با خانومش رو ادبش، گفتم آقای فلان امروز مجانی نه. اما از فردا بخوای بیای هر جلسه یک ساعته $50 باید پول به من بده. گفت آره امروز مجانی میدی؟ گفتم آره. اون روز به من گفت که حاج آقا میتونم من اجازه میدی من ضبط بکنم که هر وقت خواستم مرور بکنم حرفای شما تو گوش من بره. خب مطلب عقلائیه دیگه. نه. منم قبول کردم. فردا صبح به من خانمش زنگ زد. آره تنها اومده بود اون موقع. صبح خانومش رو من زنگ زد، حاج آقا این چه معنی داره؟ شما چرا؟ گفتم چی شده خیره؟ گفت شما به شوهر من گفتی دروغی بهش بگو دوست دارم. گفتم من که این حرف رو زدم؟ گفت اومده ضبط و گذاشته جلو من. گفته حاج آقا به من اینجوری گفته. حالا من چی بهش گفته بودم؟ من بهش گفتم عزیز من شما به خانومت بگو دوست دارم. به من گفت خب شاید من اون لحظه که دارم این حرفو میزنم واقعا دوستش نداشته باشم، خب ناراحتم از دستش. گفتم شما بگو، خود این گفتنه اولا دل خودت را صاف میکنه. درست. تلقین به خودت، در روایت داره من لم یکن حلیما فلیتحلم. بله. کسی که بردبار نیست تجربه بکنه، تظاهر به بردباری بکنه. این تظاهر به این گفتن را این خانم میگفت شما یادش دادی که دروغ میگه دیگه این آقام که نیمد الحمدلله، یعنی به خاطر $50 نیمد. میخوام این رو بگم که گاهی وقتا افراد نمیگیرن و این مشکل در تمام آقایان و در تمام خانم ها هست. تمام خانم ها حرفی برای گفتن دارند، چون آرام نمیشوند مگر با گفتن. و تمام آقایان، البته که میگیم تمام یعنی استثناء در همه جای دنیا هست، درست. و تمام آقایان وقتی که مشکل دارن یا سیگار میکشه یا میره توی لونه خودش گوشه نشین میشه یا میره مطالعه کتاب میکنه یا بی خود بی جهت میشینه ریموت کنترل درست میکنه، یه دونه فیلم میبینه، یه کانال میبینه، مشکل داره. بافت مرد این است که نمیتواند بگوید. میتواند فکر بکند تا مشکل خودشو حل بکنه. بافت خانم ها این است که نمیتواند فکر بکند برای حل مشکلش. بافتش اینه که میگه سبحان الله. وقتی که میگه دلش خالی میشه. عجب. شما وقتی که همدردی باهاش بکنی بهش بگی خب به من زنگ میزدی اقلا من میمدم کمک، گفت نه الحمدلله حل شد. یعنی خانوما وقتی که مشکلاتشون رو میگن سبک میشن کاملا. سبحان الله. کاملا. در حالی آقایون اینطوری نیستن. نیست آخر. یعنی اگرم بگه برعکس بیشتر فکر میکنه، بیشتر خودخوری میکنه. از اون طرف وقتی که زنه میاد بهش میگه خب چته، چرا تو خودت فرو رفتی؟ خب بگو من کمکت میکنم. این کلام زن از اون دلسوزیه دیگه، نه؟ بله درسته. مرد خیال میکنه، خیال میکنه. نه نه نه، خیال میکنه نقصی داره و خانومه میخواد نقصشو براش برطرف بکنه. بابا اصلا بحث در نقص تو نی، بحث در این نیست که تو مشکلتو میتونی حل بکنی یا نمیتونی.
بحث در اینه که بابا اینم میخواد بهت بگه که بابا من هم همدرد شما میخوام بشم. خانم میخواد به روش خودش کمک بکنه، آقا هم وقتی که میاد داخل خونه میخواد به روش خودش کمک بکنه زن راه حل بده. در حالی که اگر یه مقداری درباره همدیگه مطالعه بکنن که جنس مذکر چی فکر میکنه، هر حرفی دلالت لغوی نداره، دلالت معنا داره. یعنی این که وقتی که من میگم سلام، منظورم سلام کردن نیست ده. منظورم اینه که بهتون بگم من اومدم خونه ها، توجه شما رو بخورم. مثلا شما ببینید خانم نیستش، حالا فرض کن تو طبقه بالاست و آقا بیاد تو خونه سلام اوی مثلا، حالا بعد جواب بشنوی یا نشنوی مهم اینه که یعنی حضور خودش رو. بابا من اومدم. این اومدنم برای این نیست که بگه من اومدم، میخواد به خانومه بگه اونی که تو منتظرش بودی پناه تو باشه اومد. فقط خودش اگه سوال بکنی و آقا شما برای چی میگی سلام، نمیدونه، خوشحال نمیدونه، ولی در معنی این رو میده. این خودش اینجوریه. یعنی یه مقداری بیایم زن و مرد اولا قبل از ازدواج درباره جنس ثانی خودشون، نیمه دوم خودشون، درباره اون مطالعه بکنن. این مطالعه ها یه مقداری سر نخ میده. بعد هم کنکاش بکنن. سال اول زندگی من اونهایی که میرم براشون عقد میکنم همیشه 20 دقیقه نیم ساعت حرف میزنم. بهشون میگم، میگم بابا کنکاش بکنید. سال اول هیچ تصمیم مهمی نگیرید. غالب جوونا تازم میگیره بچه دار میشه. بابا خب چرا حروم میکنی جوونی خودت رو؟ بچه دار شده خیلی خوبه. روزی زیاد میکنه. اما معناش این نیست که عشق منم نگه میداره. یه مدت فرصت بدید هم دیگه رو بهتر بشناسید. ها یه دو سه سالی، آخه یه چهار پنج سالی حداقل لذت جوونیتون رو ببرید. حالا میان سر خودشون رو گرم میکنن به هر دلیل. اولا اونایی که عمدن زن رو مثلا باردارش میکنه که دیگه زن نره درس بخونه مثلا، یا از این بهانه هایی که حالا بعضی وقتا یا مادره مثلا به دختره میگه که زود حامله بشو که این مرد رو باید مثل آنتن، قدیم میگفتن، گفتن مرد رو باید مثل آنتن ببندی. آنتن زمان سابق یه میله‌ای بود بالا، اینو میبستنش به. یا تکیش میدادن به یک دیوار نیمچه بلند، یا این که یک جایی قرارش میدادن از چار پنج طرف سیم میبستن از بالا مهارش میکردن به پایین مهارش بکنن. لذا غالب مادرها به دخترها قدیم البته یاد میداد، میگفت که 4-5 تا بچه پشت سر هم دیگه بیار تا مرد رو بتونی کنترلش بکنی، در حالی که مرد مال کنترل نی. مرد اونقدر پاک دلش، اونقدر صاف دلش، باور بکن همون جنگی که روز قیامت خدا به شیطون میگه در دنیا هست. روز قیامت خدا به من بندش میگه که چرا گناه کردی؟ میگم خدایا، قرآن داره ها، میگم خدایا شیطون گولم زد، شیطون رو میارنش، آهای شیطون تو اینو گلش زدی؟ میگه خدایا تو این همه چیز بهش داد یه حرفتو گوش نکرد، من اینجوری کردم بیا دوید، من فقط بهش گفتم بیا. باور بکن مرد نسبت به زندگی، مثال شیطون و خدا را نمیخوام اینجا بیارم، اما مرد انقدر دلش پاکه که اگر علاقه منده به همسرش شد همسر بهش بگه بیا میدوه، میدوه از سر میدوه. بله چرا میدوه؟ چون کل سرمایش این خانم، در حالی که برعکس نیست. یعنی مرد کل سرمایه زن نیست. عجب. بله فرزندان سرمایه‌شان. بله. یعنی ببینید فرق‌هایی هست. پس ما بیاییم به جای اینکه از اول کورکورانه ازدواج بکنیم، بیایی ببینیم اسلام چی گفته. باحاجا اگر غیر از این هم بود بچه ها ضایع میشدن. بله. یعنی اگر بله. مرد تمام سرمایه زن بود، این دوتا فقط به هم دیگه بله. توجه میکنن بچه ها. بله بله. خدا نجار سفاره. نیست از قدیم میگن، اما در تخت رو خوب جفت و جور میکنه. ما بیایم واقعا قبل از اینکه ازدواج بکنیم بیایم مطالعه بکنیم. همه اینها در روایات اهل بیت هست، همه اینها را خدا گفته، پیغمبر فرموده، حضرت امیر فرموده، امام حسن همه اینها فرمودند. فقط ما متاسفانه گوش شنوا نداریم. یک سوالی رو، چون وقتمون خیلی نیست، میدونید که پیغمبر اکرم صبح ازدواج حضرت زهرا سلام الله یک دونه سوال کرد از دو مادرش. هیچ پدر زنی در دنیا نیست که از دامادش صبح عروسی این سوالو بکنه. نیست. بیارید. غیر از پیغمبر اکرم.
صبح عروسی آدم بیاد به دومادش بگه زن تو چجوری دیدی؟ یعنی چی؟ آخه اینا که همدیگه محرم نبودن به همدیگه که رفت و آمد داشته باشن همدیگه رو ببینن. نه. حضرت علی و حضرت زهرا کی میگه اینا همدیگه رو مثل امروز یاد دیدن؟ قبل از ازدواج با هم. قبل از ازدواج. بله. خب که نبوده. مطمئنا نبوده. درست شد؟ بله. چی شده که پیغمبر میاد صبح عروسی بهش میگه یا علی کیف وجدت اهلک؟ زن تو چجوری دیدی؟ این چی میخواد بگه؟ مگر شب عروسی چه اتفاقی افتاده که پیغمبر سراغ اونو داره میگیره؟ از دیدگاه ماها که عقلمون خیلی به قول مردم گرده، ما جنبه های اون چیزهای مراسم چیز رو میبینیم، در حالی که پیغمبر که اینو میخواد ازش بپرسه. بعد حضرت علی چی جواب داده؟ ما دقت اگه بکنیم خیلی چیزا در میاد. حضرت امیر عرض میکنه نعم العون على تقوى الله، بهترین یاور برای خدا پرستی. خب این چی رو پیدا کرده حضرت امیر توی حضرت زهرا سلام الله علیهما؟ بگذارید کنار اون جنبه های روحی و معنوی و اینها را که یه بحث دیگریه، حالا فرصتی بشه بعضیاشو بیان میکنم، اما اون چرا که در او پیدا کرده، یک قلبی پیدا کرده، جهان در او جا میگیره. مرد چی میخواد تو خونه؟ یعنی آجا میخواد بفهمد که همین مطلب منطبق میشه بین همه زن و شوهر. لزوما فقط به خاطر اینکه این دو بزرگوار معصوم بودن نیست. نه، لزومی نداره. یک مصداق دیگه. مصداق بر. تمام مردها دنبال یک کسی میگردن که سینه فراخ داشته باشه. و تمام خانمها بدون استثناء دنبال یک کسی میگردن که تکیه‌گاه خوبی باشه. حالا بحث داره، عرض کردم حالا شب اولمون خیلی نمیخوایم پر حرفی بکنیم. خب اگر این که ما یه خورده چشمامونو باز بکنیم، بیایم ما اون تکیه‌گاه خوب باشه بشیم برای خانوممون. بله. و خانوممون از همون اول اون روایت داره که زن خوب اونیه که اگر شوهرش رو ناراحت دید میاد دست در دست او میندازه. اینا روایت داره که میخوام بگم، ها، دست در دست شوهرش میندازه، زانو در مقابل شوهرش میزنه رو زمین، بهش میگه عزیزم چته؟ اگه ناراحتی دنیاست، همه این چیزا رو دارم، همه این گرفتاری رو دارم، اگه مسئله روزیه، خدا ضامن روزی ما هست، نه اگه مسئله آخرتیه، خدا غمتو بیشتر بکنه، اما ما میتونیم کمک بکنیم که این آخرتمون هم درست بکنیم. یعنی وقتی که مرد یک مشکل فکری پیدا بکنه، نیاز داره به اینکه یک کسی بیاد. این کار حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم کرد سلام الله علیه. بله. این کار حضرت خدیجه وقتی که پیغمبر رو میدید، حالا اون از عشق میکرد، وقتی که پیغمبر رو میدید میشست زانو میزد در مقابل پیغمبر. قبل از نبوت بود، قصه پیغمبری هم نبود. بله. فقط خب این فهمیده بود که چه جواهر گرانبهایی رو گیر آورده. بله. دست در دستش میذاشت، چشم تو چشماش نگاه میکرد. حضرت خدیجه شعر میسرود، همین جوری شعر میسرود، یک شعرهایی که واقعا الان من خودم حالا بعد از 1400 سال که آدم میخونم، چون لذت عربی داره، وقتی که من میخونم احساس میکنم آدم دلش میخواد یک قرشم بده، یعنی دلش میخواد که خلاصه یک شادی میاره. یا حضرت امیر، حضرت امیر بنابر صحت روایت، حضرت امیر تاریخ داره که حضرت وارد اتاق شدن، دیدن حضرت زهرا چوب مسواک رو گذاشتن لای دندانشون. حضرت میخواد به حضرت زهرا بگه، منتها اونقدر احترام برش قائله که خطاب در عرب رسمه، میگه ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، من به شما میگم، همسایه تو گوش کن. به در میگه که دیوار به در میگه دیوار. خطاب میکنه به اون چوب مسواک، بهش میگه عجب جایی تو نشستی لا مروت، به تعبیر ما عجب جایی تو نشستی، تو رسیدی به اون لب، به اون دندان و لبهای خندانش، حویت یا عود السواک به ثغرها، ثغر اون لبی خندانی میگن که دندونا توش در آمده، این دندونا مانند لؤلؤ و مروارید در آمده، تو قرار گرفتی اونجا
جایی تو قرار گرفتی که هیچ کس اونجا قرار نمیتونه بگیره. حویت یا عود سواک به ثغرها، ما خفت یا عود سواک عراکا، تو نترسیدی من تو رو اینجا ببینم؟ چی میخواد بگه حضرت امیر؟ حضرت امیر داره با حضرت زهرا مغازله میکنه. یعنی برای من و شما این درس نیست که آقا بیا بشین عشق بازی بکن با خانومت، خانم بیا بشین عشق بازی بکن با شوهرت. خب اینا الگوان. حضرت امیر میفرماد ما خفت یا عود العراک، عود عراک یعنی این چوب مسواک رو مال درخت عراکه. حضرت بهش میفرماد تو نترسیدی ای چوب عراک، چوب درخت عراک، تو نترسیدی من تو رو اینجا ببینم؟ بعد حضرت اضافه میفرماد چیه در شعرش؟ حویت یا عود سواک به ثغرها، ما خفت یا عود سواک عراکا، لو کنت من اهل القتال، تو اگر اهل جنگ بودی، جنگجو بودی، من الان سرتو قطع میکردم. لو کنت من اهل القتال قتلتکا. بعد با یه ناز دیگری، با یک لبخند دیگری میفرماد که لم ینجو منی یا سواک سواک، کسی از دست من خلاصی پیدا نمی کنه ای چوب سواک، غیر از تو. چون سواک دو تا معنا داره، یکی هم اسم درخته و یکی این که خلاصه غیر از تو. خب میخوام بگم این درسه. بله. و حاج آقا حقیقتا ما تقریبا یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. اگر واقعا همین عشق بازی های زیبا و شیرین قبل از رسیدن به مرحله دعوا و استکاک باشه، اصلا به مرحله دعوا و استکاک هم نمیرسه. باور کن حتی وسط دعوا مگه همین کارو شروع بکنیم قصه خدا. ان شاء الله شب های آینده بیشتر وارد این قضیه بشیم و بیشتر این مطالب رو باز بکنیم. بینندگان عزیز ارجمند، خیلی ممنون از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. شماره تلفن های ارتباط با این برنامه زیرنویس شده، یا اگر نشد در این قسمت شاید در قسمت های بعد حتما زیرنویس میشه. سوال، نظر، پیشنهاد، انتقاد، بلخص سوالاتی که اگر دارید، سوالات خانوادگی که اگر دارید، در این شبهایی که در خدمت کارشناس عزیز هستیم برای ما ارسال بکنید تا به اون بحثی که مد نظر شماست انشالله این شبها بیشتر پرداخته بشه. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین آزا احسن. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.